بر شما. با 180 ثانیه یه سه شنبه 19 تیر ماه همراه ما باشید. سازمان عفو بین‌الملل درباره اجرای احتمالی حکم اعدام احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی در ایران هشدار داد و خواستار جلوگیری از آن شد. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته است که هر گونه برنامه برای اجرای حکم او را متوقف، حکم اعدام را لغو و با توجه به شرایط جسمی این پژوهشگر آقای جلالی را از زندان آزاد کند. ناوشکن سهند که از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشتی های جنگی ساخت ایران یاد می شد به دنبال حادثه ای به طور کامل زیر آب رفت. منطقه یکم دریایی بندرعباس ارتش تایید کرد که ناوشکن سهند پس از تعمیر و انتقال به یکی از اسکله های مربوط به صنایع دریایی بندرعباس دچار سانحه شده است. یک مقام وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی از بازگشایی قریب الوقوع سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در آینده نزدیک خبر داد. مجتبی دمیرچیلو، دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه گفت انتظار داریم این اتفاق ظرف 15 تا 20 روز آینده رخ دهد. رابطه تهران و باکو در پی حمله مسلحانه یک شهروند ایرانی به سفارت جمهوری آذربایجان که منجر به مرگ یک محافظ سفارت شد به تیرگی گرایید. مرکز عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا اعلام کرد کاپیتان یک کشتی از انفجاری در نزدیکی کشتی خود در سواحل یمن نزدیک مرز این کشور با عمان خبر داد. مرکز عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا ضمن هشدار به دریانوردان گفت همه خدمه این کشتی در سلامت هستند. درباره نام و پرچم این کشتی اطلاعاتی منتشر نشده است. مقام‌های روسیه می‌گویند در حملات پهپادی اوکراین به چند منطقه در روسیه یک تن کشته شد و دو ایستگاه برق و یک انبار نفت آتش گرفت. حمله اوکراین به روسیه یک روز پس از مرگبارترین حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف و چند شهر دیگر این کشور رخ داد که در آن بزرگترین مرکز درمانی تخصصی کودکان اوکراین و یک مرکز درمانی دیگر آن با موشک کروز هدف قرار گرفت. موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در ایران به شکلی چشمگیر افزایش یافته است. نتایج آزمایش 63 نفر از 200 نفری که با علائم شدید تب بالای 40 درجه و استخوان درد به مراکز درمانی مراجعه کردند مثبت بوده و نتایج آزمایش سایرین هنوز در دست بررسی است.